به عملی رو که انجام داده، شرایطی رو که به وجود آورده و شاید از مهر و محبت شما اون شخص هم شروع بکنه و مسئولیت نگه داره. بله. امشب یک کسی رو داشتم میدیدم که مدت ها با هم دیگه کار میکنیم و شخص متوجه شده بودش که زمانی که مشروب میخوره عصبانیتش میاد بیرون و هنوز نتونسته بود پیدا بکنه که مدل عصبانیت چیه، ولی وقتی داشت تعریف میکنه که این عصبانیت میاد بیرون، فرمانی که به من میده اینه که بیشتر بخور، برای اینکه توی اون حالت مستی یا اوائل مستی من نمیتونم با عصبانیتم کنار بیام و اغلب به من رپورت میکرد که آخرش من حتما با یکی از دوستام یه دونه مشاجره داشتم، هر چقدر که میخواستیم پیدا بکنیم که این عصبانیت چطوری شکل میگیره، به خصوص وقتی که مشروب مصرف میکرده نه زمانی که مواد مصرف میکرده، نتونستیم برسیم بهش که گذاشتیم پیدا بکنیم و توجهمون رو کنم اینجا. یعنی زمانی که من اینو میریزم توی حلقوم خودم دیگه نمیدونم چه اتفاقاتی واسم میافته و تمام زندگی من در مشروب در دست یه دونه ترکه، اون ترک اگر که بیاد تو زندگی من برای ابد میتونه زندگیمو تحت تاثیر قرار بده و احتمالا نابود بکنه. این صحبتی که شما کردین منو یاد خیلی از اشخاصی میندازه که یک خشم خیلی 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 زیادی به خودشون دارن و یک جایی تصمیم گرفتن که به خودشون صدمه بزنن، برای اینکه باز یه جایی تو کوچکی تصمیم گرفتن که من بد هستم و سزاوار تنبیه شدن هستم. بعضی موقع وقتی که یک مادر و پدری داریم که یا تنبیهمون میکنه یا با قضاوت خیلی بالایی میخواد تنبیه کنه ولی خودش رو نگه میداره و احساس گناه رو با کلامش رو ما میندازه، در اون شرایط بچه ها خیلی از موقع ها خشم پدر و مادر رو میگیرن و درونشون هست، احساس گناه رو هم میگیرن و بعد فکر میکنن که خب اگر تو با این که اینقدر از من خشم داری و احساس میکنی که من آدم بدی هستم به هر صورت من رو تنبیه نمی کنی، پس من خودم رو باید تنبیه کنم و تنبیه هایی که خود بچه ها با خودشون انجام میدن شاید 10 برابر بدتر از اونیه که پدر و مادر در حقیقت دارن برشون انجام میدن و این نیست که پس حالا اینو اینجوری نشنوین که پس میگم پس بهتره که حتما تنبیهشون کنی، ولی مدل پیامد گذاشتن سالم تا اینی که من خشمم بیاد خودمو نگه دارم، خودمو عقب بکشم و بعد احساس گناه به اون شخص بدم، اون هم تنبیه مدل خودش رو داره. در این شرایط خیلی از موقع میبینیم که صدایی درون خود ما وجود داره که داره به ما میگه که باید آزار بدی خودتو، باید خودتو بکشی، تو ارزش نداری، به درد نمیخوری و شروع میکنه بد و بیرا گفتن. در اون زمانه که با مشروب خوردن، مواد مخدر کشیدن، وقتی خشم میاد بالا، صداهای دیگری هم که در اون شرایط هست در ذهن ما از بچگی و کودکی با همون بوده که حال و هوای خودآزاری داره باهاش بیرون میاد و این رو هم میتونیم در خیلی ها ببینیم. بله. که چجوری وقتی که استفاده از مشروب و مشروب و مواد مخدر میکنن به خودآزاری خیلی خیلی زیادی میرسن، اعمالی رو انجام میدن مثل یکی از اعمالی که خیلی از هم آقایون هم خانم ها دارن انجام میدن در مواقع استفاده از الکل و مواد مخدر، سکس داشتن، روابط جنسی داشتن بدون محافظت کردن از خودشون. یعنی فرقی براشون موقع انجام نمیده که با چه کسی روابط جنسی دارن و آیا شاید پروتکشن، کاندوم، کاپوت استفاده میکنن، آیا تمیز دارن این کارو میکنن، آیا به خودشون دارن میرسن یا نمیرسن و اینی که آیا خودشون رو در معرض خطر قرار میدن یا نمیدن. یعنی زمانی بودش که کسانی رو داشتم من میدیدم که اون شخص میرفت در دیسکو یا در نایت کلاب و با یک نفر آشنا میشد همونجا، هر دو مشروب خورده بودن، هر دو تصمیم میگرفتن که برن و بعد میدیدین که با این رفتنشون 2-3 نوع اتفاق ممکن بود بیفته و همه این سناریوها رو من شنیدم که یا میرفتن و بعد مثلا یار یک کدومشون با دعوا و
چکش و چاقو میومد سراغ طرف، یا اینه که دفعه وارد خونه میشدن یه خانومی با یه آقای فکر میکرد فقط با این آقا داره می، دفعه وارد خونه میشد که میدید 5 نفر دیگه مرد اونجا هم منتظرن و داشت بهش تجاوز میشد و مدل های مختلفی اتفاق میفته که طرف دیگه هوشیار نیست به اینی که چه تصمیمی داره میکنه در مقابل بدنش و بعد چه خطرهایی رو به خودش به وجود میاره، بیماری های مقاربتی اید HIV پازیتیو و بقیه بیماری هایی که داره برای خودش به وجود میاره، خطر مرگ، خطر تجاوز و و و و اینا همه به وجود میاد. به خاطر همین هستش که باز برمیگردیم به خود اون شخص مسئول باشه و اگر اون شخص مسئول نیست، اشخاصی که اطرافش هستن به خاطر دوستی، به خاطر رابطه فامیلی، به خاطر هر چیزی که اونجا هست چطوری میتونن این کار بکنن. حالا میدونیم که بالعکسش ببخشید بینم بالعکسش خیلی رایجه، یعنی رایج هست به اینی که نوجوانان و جوانان و حتی در مهمونی که یواش یواش خواب سن هم گذاشتیم این بیشتر رایجه که بیاد یه شات دیگه بخور، نه بابا خودتو لوس نکن دیگه، بیا من تو حلقت بکنم، حالا یه دونه دیگه، یه دونه به خاطر من، نمیشه به خاطر من باید بخوری. و این این نوع تعارف های مخرب بی خودی مخرب بی خودی بیشتر کار دست همه میده، یعنی رفتار بیشتر نامسئولانه است. حالا کسی که واقعا داره لذت میبره میتونه مسئولانه لذت ببره تا اینی که خودش رو واقعا از شرایط به در بکنه، تا اینی که احساس بکنه که اسمش بادارش میکنن که تو با این تعارفایی که بادارش میکنن کسی که داره مسئولانه این کارو داره انجام میده، بادارش میکنن اونجایی که فکر میکنه که من از دیگران کمترم و مجبورش میکنن که مشروب بخوره و بعدم کار دست خودش بده و یه دردسری درست بکنه برای خودش و اون شخصی هم که تعارف کرده هیچ وقت نمیخواد اینو بخره که من مسئولی بودم توی این رابطه. چون میدونین آقای مولوی ما هم راجع به اعتیاد و بیماریش خب هر دفعه صحبت کردیم، ولی خیلی از کارهای مخربی هم که اتفاق میفته الزاماً به خاطر اعتیاد نیست، به خاطر سوء استفاده. بله، ابیوز کردن و سوء استفاده از مواد مخدر و مشروبه و نمیشه اون رو هم نادیده گرفت یا مینیمایزش کرد، حداقلش کرد. برگردیم بگیم نه این مسئله ای نیست، گهگداریه. هر چیزی که گهگداری یک بار بیشتر احتیاج نیست که تصادف کنید و فلج بشید و بمیرید، یک بار بیشتر احتیاج نیست که بیماری HIV بگیرید و ایدز بگیرید، یک بار بیشتر میدونین احتیاج نیست تا طرف هرپیس بگیره، یک بار، فقط یک بار. و در نتیجه اینی که من مسئول نباشم در مقابل حتی فان داشتن، تفنن داشتن، کیف کردن، اون هم یک خودش یک مدل بیماری روحی میشه که من باید نگاه بکنم که چطوره که بلد نیستم در یک تعادل به خصوصی از زندگی خودم لذت ببرم و حتما باید کاری انجام بدم که هم خودم رو، بدن خودم رو و بقیه رو بزنم آزار بدم. این هم مسئله مهمی نگاه کردنش و اینه که چطور میتونم برگردم و به اون تعادل اصلی زندگیم برسم که همه کارام سر جاش باشه، فان داشتن من به مدل خودش سر جاش باشه. مثل اینکه دیگه وقتمون تمومه، هفته نیمو دارم نشون. شما مثل اینکه حرفتون دیگه تموم شد. من علاوه این که حرفم تموم شد کلاینت هم دارم ساعت یه رو بهش اصلا تو مقلمه نمیخوام که دیگران رو معطل کنه. برصد دوستان مرسی از این که با ما بودید. کتاب روش های غلبه بر افسردگی و رموز شاد سیزدن رو که جناب دکتر سعادتیان این رو مؤلفش بودن، ویراستارش بودن و من هم یکی از کسانی بودم که در کنار دکتران دیگه جزو مؤلف اونها بودم. در انتشارات ما و شما میتونید در تهران بگیرید. سی دی های خرد زندگی رو هم برای شما دوستانی که در ایران هستید میخواستم خبر خوش بهتون بدم که اونها هم به زبان فارسی در ایران و دوستانی که در ایران هستن به همین انتشارات ما و شما در تهران هست. شماره تلفنش از 88 27 07 91
88-27-77 در تهران دیگه. در تهران. در تهران. ولی خب اگر در امریکا یا در اروپا هستین که میتونین از وبسایت fujan.com اون رو تهیه بکنید یا از خود کانون پرورش روان